درود میفرستم خدمت همه شما بینندگان عزیز. امروز یکی از سرگرم کننده ترین برنامه هامون رو قرار با همدیگه اجرا بکنیم. همه ماها چه داخل خونه چه داخل کارگاهمون تعداد زیادی از این موتورهای DC، موتورهایی که داخل تصویر میبینید رو داریم و برای هممون هم سواله که سرعت نهایی این موتورهای DC چقدر هست. میدونم این موضوع به خصوص برای دوستانی که دبیرستانی و دانشگاهی هستن بسیار مهم و هیجان انگیزه. در برنامه امروز می‌خوایم سرعت این موتورهای DC که داخل تصویر دارید می‌بینید رو بسنجیم. قراره با کمک یک تاکومتر یا یک سرعت سنج لیزری سرعت نهایی این موتورهای DC مون رو تست بکنیم. اما قبل از اینکه برنامه‌مون رو شروع بکنیم، من یک خواهشی از شما عزیزان دارم. اگر تا به حال کانال پرشین هندیمن رو سابسکرایب نکردید، ازتون خواهش می‌کنم کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اگر دوست داشتید ویدیوهای ما رو لایک بکنید. لایک کردن شما باعث میشه که ویدیو ما در یوتیوب بیشتر دیده بشه. موتورهایی که قراره با همدیگه امروز سرعتشون رو تست بکنیم داخل تصویر دارید میبینید. از موتور سری 7 بگیرید، موتور سری 5، موتورهای سری 3 و موتورهای کوچکتر. چند تا سورپرایز هم داریم که یکی این موتور سری 5 هست و دیگری این که هر دو بالای 30,000 دور سرعت دارن. موتور 555 و موتور 380. هر دو این موتورها بالای 30,000 دور سرعت دارن. میخوایم این رو با هم دیگه امروز بسنجیم و ببینیم که آیا این موضوع درست هست یا خیر. یک سری موتورهای دیگه هم داریم که اگر وقت کنیم حتما سرعت اینها رو هم تست میکنیم. مطمئنم که الان بعضی از دوستان متوجه شدن که ما این موتورها رو از کجا تهیه میکنیم، چون این نوع موتور رو فقط یک شرکت داخل ایران داره. یک سری برچسب هست که شما باید بر روی شفت موتور بچسبونید. در حقیقت اینا برچسب‌های رفلکتور یا همون شبرنگ هستن. الان با هم دیگه شما کار رو میبینید. به این صورته که نور لیزر رو به طرف رفلکتور یا شبرنگ میگیرید و بر روی نمایشگر میتونید سرعت دور بر دقیقه رو بخونید یا همون RPM. بریم ببینیم که چطور میشه. سرعت این موتورها زیاده، شاید این برچسب کنده بشه، پس عینک ایمنی رو به هیچ عنوان فراموش نمیکنیم. ابتدا با برق 6 ولت DC شروع میکنیم. خب 5500 دور. البته دقت کنید تا 6000 دور هم اومده بود، اما خب بالاتر دیگه نرفت، همین بود حدودش. با 6 ولت 5500 دور، با 12 ولت 7400 دور. خب حدوداً 6800 دور. یادداشت میکنیم براش. با 12 ولت که عالی عمل کرد، 17200 دور در دقیقه. موتور 380 RS با 6 ولت. هفت 1800 دور بر روی 6 ولت. بریم برای 12 ولت. هفت 1400 دور با 12 ولت. این هم شماره موتورش هست، RS545SH. بریم برای تست این عزیز دل موتور 775. برچسب رفلکتور رو زدیم، بریم ببینیم که چیکار میکنه. یکی از دوستان پرسیده بود که آیا میشه از موتورهای 775 به عنوان موتور DC دوچرخه استفاده بکنیم یا آخر. ببینید دوستان عزیز، همچین چیزی در حالت عادی امکان پذیر نیست، مگر اینکه یک گیرباکس قوی براش تهیه بکنید. یک گیرباکس قوی استفاده بکنید، تازه اونم میشه برای دوچرخه‌های بچگونه استفاده کرد. برای دوچرخه‌های بزرگسال باز همین چیز امکان پذیر نیست، مگر اینکه دو تا موتور 775 با گیرباکس قوی استفاده بکنید، که دو تا موتور 775 وقتی زیر بار برن به قدری آمپر مصرف میکنن که شما نیاز به یک باتری خیلی بزرگ خواهید داشت که مطمئنا از نظر اقتصادی هیچ کدوم به صرفه نیست.
با برق DC 12 ولت 4400 دور. حالا اگر بریم به موتور 775 یه برق DC قوی بدیم به عنوان مثال 30 یا 32 ولت DC ببینیم که سرعتش چقدر میشه. یه تست همینجوری بگیریم ازش. ببین دوستان 32 ولت بهش دادیم اما نهایتاً 12000 دور هم نشد. همین هم مطمئن باشید گشتاور بسیار بالایی داره. خب بریم سراغ غول منحره آخر و ببینیم که طبق ادعای اون سایت فروشنده آیا 30000 دور بر دقیقه سرعتش هست یا خیر. البته قدیم یادم یه سری موتورهای جانسون بود، نه موتور سشواری جانسون، نه یه سری موتورهای دیگه هم بودن 12 ولت یعنی به همین سایز سری 5، اونام به جانسون معروف بودن و اونام پرسرعت بودن خیلی. حالا نمیدونم، شاید این از همون تیپ باشه و واقعا سرعتش بالا باشه. بریم ببینیم که چی کار میکنه. اینک متاسفانه نمیدونم چرا نگرفت اما سرعتش واقعا زیاده. این حداقل 17 یا 18 هزار دور بر دقیقه سرعتش هست. نمیدونم چرا نگرفتم، اما اصلا فکرشو نمی کردم. سرعتش 30000 دور نبود. اگر سرعتش به 30000 می رسید یک صدای زوزه خیلی قشنگی ازش می اومد. اما خب الان هم سرعتش خیلی زیاد بود. سرعتش 14000 دور بود و من فکر می کنم که همین هم واقعا راضی کننده است. یه موتور کوچیک ریش تراشی داریم. البته ولتاژ کاری اینها 3 الی 6 ولت. ما می‌خوایم 12 ولت بدیم ببینیم که چه سرعتی می‌گیره. خب متاسفانه نتونست بگیره. البته یه عدد 12000 رو نشون میده اما خب فکر نمی‌کنم به خوبی تونست بگیره. یه نکته خدمتتون عرض بکنم در مورد این تاکومتر. قسمتوشی که می‌بینین لیزرش هست. من خیلی باهاش اصلا راحت نبودم. خیلی به سختی میشه تنظیمش کرد، خیلی به سختی میشه ست کرد. اونم تو سرعت‌های بالا. تو سرعت‌های پایین رو خوب می‌گیره اما سرعت‌های 10000 دور به بالا رو واقعاً به سختی میتونه عدد درست رو بگیره. بعضی وقتا شما هر چقدر زاویه تابش لیزر رو کم و زیاد میکنید باز هم میبینید که نمیتونه سرعت دقیق رو بخونه. حالا دوستانی که تجربه شون در استفاده از تاکومتر از من بیشتره میتونن ما رو راهنمایی بکنن. خب دوستان عزیز، آزمایش بسیار جالبی بود. امیدوارم که شما هم مثل من لذت برده باشید، به خصوص ران کردن موتور 775 با 32 ولت DC. این خیلی جالب بود. این هم سرعت بسیار زیادی داشت. شاید هم سرعتش تا 30000 دور هم بالا رفته و یا من نتونستم یا تاکومتر نتونست سرعت دقیق رو به دست بیاره. تاکومتر سرعت این رو حدود 14000 دور به ما نشون داد اما واقعا سرعتش خیلی زیاد بود. در هر صورت امیدوارم که شما هم از این برنامه لذت برده باشید. اگر تجربه ای در مورد این موتورهای DC، در مورد تاکومتر یا سرعت سنج‌ها دارید حتما داخل کامنت ها بنویسید تا دوستان دیگه هم از تجربه شما عزیزان استفاده بکنن. اگه کسی هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.